امامعلی رحمان از بیشترین نفران است که نامش در رسانه‌های تاجیکستان ذکر می‌شود. مردمی کشور چهره امامعلی رحمان را در تلویزیون بیشتر از چهره خود در آینه می‌بینند. بنابراین تا 2 دهه اخیر آنتن‌های ماهواره‌ای یکی از سرطلب‌ترین لوازمات روزگار در کشور به شمار می‌رود. ولی در این برنامه ما در باره موضوع دیگر صحبت خواهیم کرد، یعنی تا کدام درجه فعالیت پرجوش و خروش رئیس جمهور که در رسانه ها به نمایش گذاشته می شود واقعیت دارند. در پوشش دادن فعالیت رئیس جمهور تلویزیون دولتی جای اول را اشغال می کند. یگان برنامه، یگان خبر و حتی یگان صدای پشتی کادری به ذکر خدمت های امامعلی رحمان شروع نمی شود. بعضن چنین رفتار به درجه بی‌معنی می شود که مبلغان حکومت خطاهای خنده آور صادر می کنند. مثلا افزایش استحصال تخم مرغ در فابریکه پرنده پروری را به زیارت رحمان رد می دهند. برخی از منتقدان او شوخی آمیز می گویند که اگر متخصصان کتاب گینس لنته‌های افتتاحی از طرف رهبران جهان بریده شده را حساب می کردند، امامعلی رحمان غالب بی‌چون و چرا می شد. در تاجیکستان بین مردم حتی لطیفه نقل می شود که گویا رئیس جمهور برای بریدن لنتچه ها همیشه در کیسه‌اش قیچی تیلوگی خود را همراه می گیرد. پس از زیاد شدن چنین شوخی و لطیفه ها، تیم رحمان کوشش کرده ایستاده است که کم ایجادکاری نمایند. اکنون رئیس جمهور هنگام افتتاح با تنتنه انشاد از روی تخته های فخری پرده را می بردارد. یا آن را میکشاید و یا برای افتتاح خطهای نو استحصالی تگمچه رمزی را پخش میکند. برای وانمود کردن فعالیت پرجوش و خروش رئیس جمهوری تاجیکستان از اشتراک در افتتاح انشاءات خرد، مثلا سیخ خرد کارکرد گوشت یا آشخانه خرد سری راهی و یا سیخ دوزندگی وجود نداشته در بازار ناحیه نیز خودداری نمیکند. همه کار را میکند تا در تلویزیون منظره زیبای به نمایش گذاشته شود. برای رئیس جمهور پیشان آمدن بین رهبران منطقه های تاجیکستان یک مسابقه غیر رسمی جریان دارد. در کجا رئیس جمهور بیشتر انشاءات افتتاح میکند؟ طور شما میدونید یگان چورابینی با تنتنه که با اشتراک رئیس جمهور میگذارد به خراجات از بودجه دولت نمیشود. امامعلی رحمان تلاش زیاد کرده است که تاجیکستانیان در باره خراجات او برای تبلیغات نفهمند. مثلا برای اشتراک در آغاز موسم آبیاری، افتتاح باغچه بچگانه خصوصی و سیخ خرد برای استحصال بازیچه های چینی در ولایت سوخت، رئیس جمهور از شرکت خودش سامان ایر یک هواپیمای بوئینگ 737-900 با مبلغ 50,000 یورو به اجاره می گیرد. از دوشنبه به خوجند چرخبال خود می 171 را حاضر میکند. یک ساعت پرواز $2,700. مجموعه بزرگ مهمانخانه بانک ملی را در لب بحر تاجیک با مبلغ $6,000 در یک شبانه روز بند میکند. این همه بر علاوه خراجات بزرگ حکومت های ولایتی و ناحیوی برای قبول رئیس جمهور و هیئت او میباشد. در اکثر حالت برای قبول جای کردن و خورد و خوراک آنها از صاحبکاران محلی و حتی مردم عادی مبلغ جمع می کنند. قبلا ساکنان محلی در یک چند منطقه ها شکایت کرده بودند که حکومت ناحیه برای پیشوازی رئیس جمهور از مردم مبلغ جمع می کند. از هر خانواده $10. محافظان رئیس جمهور را باشد چند قبل از رسیدن او در خانه های شخصی جا کرده بودند. چونین خودنمایی رئیس جمهور را دیده مردم تاجیکستان درک میکنند که این افتتاح‌های با تنتنه و پخش کردن تگمچه های رمزی هیچ ربطی به رشد کشور ندارند. همه میدانند که از سبب نبودن دستاوردهای حقیقی رئیس جمهور و اطرافیان او با این اصول کوشش میکنند به چشم مردم خاک پاشند. برای سنجیدن فعالیت رئیس جمهور در کشورهای دیگر چونین نشان دهنده ها را به نظر می گیرند: رشد مجموعی محصولات داخلی، سطح تورم، افزایش واقعی معاش، افزایش درازعمری، صفت تعلیم و تندرستی، سطح جنایتکاری، تعداد ساختمان منزل های زیست و غیره. ولی در تاجیکستان در یگان ساحه از ساحه در بالا ذکر شده پیشروی نظررس دیده نمی شود. هرچند که آمار رسمی درباره رشد با سرعت مجموع محصولات داخلی
سالانه بلند شدن نفقه و معاش تبابت رایگان خبر می دهند. با آمار رسمی حتی خود مقامات هم باور نمی کنند. مثلا آمار سطح بیکاری را گیریم. اگنتی آمار جمهوری ادعا می کند که سال 2022 تعداد بیکاران در کشور از 60,000 بیشتر نبود. این هم در حالی است که سالانه زیاد از 1,000,000 نفر مهاجران کاری در جستجوی کار از کشور خارج می شوند. همچنین نشان دهنده های دیگر افسانوی رشد مجموعی محصولات داخلی 8%، تورم 3.5%، افزایش معاش 30%، سطح جنایتکاری 3.3% کم شده است. آمار البته چشمگیر هستند، ولی در اصل 70% خانواده ها تا حال از حساب مبلغ هایی که مهاجران کاری انتخاب می دهند عمر به سر می برند. نرخ محصولات اساسی به حساب میانه 25% افزایش یافته است. معاشی تنها کسانی افزایش یافته است که کمتر از معاشی میانه می گرفتند. با نظر داشتی افزایشی تورم باشد، این افزایشی معاش با صفر برابر شده است. به عباره دیگر، از نشان دهنده های اساسی سنجش فعالیت رئیس جمهوری تاجیکستان برمی‌آید که افزایشی آن منفی است. سوالی طبیعی برمی‌آید: چرا امام‌علی رحمان با وجود آن که از حاکمیت مطلق برخوردار است نمی‌تواند به نتیجه های مثبت رسد؟ اولاً در دوام 3 ساله در سر قدرت بودنش او هم جسمان و هم روحان خسته شده است. این را میتوان از برنامه ها و نوارهای پر از ستایش تلویزیونی نیز درک کرد. ثانیاً رشد اقتصادی هدف اساسی رحمان نیست و او از آن منفعتدار نیست. هدف اساسی و استراتژی دیکتاتور پیرانسال ساختن و مستحکم کردن رژیم خانوادگی خود در کشور است. بنابراین رشد اقتصاد، تشکل قشر میانه در کشور، همچنین ثروتمند و قوی شدن صاحبکاران نو که جزء خانواده او نیستند با هدف استراتژی او مخالف است. از اینجاست که در حکومت کشور همیشه شخصانی بی صلاحیت فعالیت میکنند. مقامداران باشند، از نگاه منصوبیت به یک منطقه معین یا صداقت شخصی به امام‌علی رحمان تعیین میشوند.